به من بگید که اگه کسی وارد این هنر بشه و بخواد این ساز سنتی آذری رو یاد بگیره، به من بگید که اگر با همون شیوهی که شما گفتید که تمرین بکنه، روزانه تمرین خوب داشته باشه، چقدر زمان میبره که یاد بگیره؟ منظورم اینه که خودتون که به عنوان استاد هستید، فکر می‌کنید یه شاگرد چقدر طول می‌کشه یاد بگیره اون؟ ببینید، مثل تمامی رشته‌ها، حتی تحصیل، حتی هنر و تمامی رشته‌ها، حتما یه سری شرایط باید حاکم باشه. ببینید، اینکه شخص مورد نظر استعدادش به چه شکلی است، اینکه شرایط زندگیش به چه شکلی است، اینکه چقدر آشنایی داشته، اینکه چقدر اصلا پس زمینه موسیقایی داشته، اینا همه عواملی هستن که مهم هستن که تعیین میکنه تا چه مدتی میتونید شما به عنوان یک نوازنده حساب بشید. و نکته دیگه این هستش که ما در موسیقی نکته‌ای نداریم که بتونیم روش حساب بکنیم که ما به این قله رسیدیم و دیگه من به عنوان نوازنده حساب میشم و یه هنرمند حساب میشم، میتونم ارائه هنر بدم و اجرا داشته باشم. نه خیلی همچین چیزی. هنر آغاز داره، پایان نداره. یعنی شما این راه رو باید ادامه بدین و شاید در نقطه های از این مسیر هستش که شما میتونید به صورت تعریفی از خودتون داشته باشید که من یک نوازنده هستم و میتونم این کارها رو بکنم. چون هر چقدر هم شما حرفه‌ای باشید، باز هم نکاتی هست، باز هم کارهایی هست که شما فعلا انجام ندادید و باید برید دنبالش. بله، درسته، حق با شماست. در حال این مسیر هیچ وقت تموم شدنی نیست و هنوزم که هنوز برخی از اساتید عمان میکنن که هنوز به عنوان دانشجو دارن درس یاد میگیرن و درس پس میدن. بله. حق با شماست. درسته، بله. بله، امیدوارم که عزیزانی که میخوان وارد این هنر بشن به این نکات خیلی توجه بکنن، چون مسیر راحتی نیست. ولی راحت نیست، ولی لذت بخش. ولی لذت بخش، دقیقا میخواستم همین رو بگم، چون با عشقه. ببینید، شما کاری که داری انجام میدین همراه با عشقه، همراه با لذته، و این فکر کنم که ارزشش خیلی بالاست، برای که دارید کاری انجام میدید که دارید لذت میبرید. فکر کنم این خیلی با ارزشه، بسیار با ارزشه.